من میخوام پروڈکت اکسیوم 49 مال کمپانی ام آدیو باز کنم برند نیو. این ویدیو فقط نشون میده که این دستگاه هم قیافه دستگاه رو میتونیم ببینیم که چه شکلیه، هم این که تنگی کاری کرده باشیم حداقل برای ایرونی ها اگر که وقتی دوست دارم که ببینم این باکس در حقیقت این آدیو کیبورد چه شکلیه، چه کارایی داره و چه قطعاتی باهاش میاد، چه چیزایی باهاش میاد، اکسس روزش چیه. خب که من سخته در آوردنش. چرا نقطه کی داره و کیبل در حقیقت برای میدی کنت، برای میدی کنت به جای کیبل میدی میتونی شما کیبل رو بزنید که USBه و علاوه سیدیش که احتمالا بایستی که بازش کنیم ببینیم چه سافتی باشه، احتمالا درایور باید باشه و شاید احتمالا پروتوز سالی فقط درایوره اکسیوم 49 به علاوه یه دفترچه راهنماش که برای اینستال کردن کیبورد احتیاج هست. برخورد کیبورد این برش بیارم، اونطور که میبینیم این میدی کنترولر زیاد سنگین هم نیست، شامل 49 تا به حقیقت کی هست به علاوه صفحه LCD که نشون میده فانکشن هایی که روی این هست چجوری عمل میکنه، در چه وضعیتی هستن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا ناب هست برای احتمالاً شما میتونید تعریف کنید برای یه موقعی برای کیو یا تغییر هر گونه تغییری که برای VST پلاگیناتون یا هر صدایی که دارین میتونید انجام بدین. 8 تا فیدر اینجا که احتمالاً برای چنلاتونه که بتونید ایزیلی خیلی راحت اینا رو وقتی این کار میکنین با سافتورتون یا با VSTتون بتونین مثلا LFO یا های پاس فیلتر، لو پاس فیلتر شما میتونید اینا رو تنظیم کنید، حتی فکر میکنم با پایتما اینا رو هم باید بتونید تنظیم کنید. خیلی مهمترین چیزش این پلی فوروارد ریوان ریکوردشه که به جای اینکه شما دیگه با کیبورد، اگه دارید با کیبورد معمولی ریکورد میکنید که پلی میکنید و ریوان میکنید اینها، این راحت ترین آپشن رو برای شما وجود میاره که میتونید خیلی راحت تعریف کنید برای سافتوری که باش کار میکنید مثل سونار، پروتوز، کیوبیس یا چیزای دیگه لاجیک، میتونید اینا رو تعریف کنید براش و خیلی راحت پلی ریکوردتون از روی همین زمانی که دارین پلی میکنید همینجا احتیاج نباشه برید روی کیبوردتون یا اگه احیانا چیز دیگه برای کنترل کردن بخواید جدا از اون باشه. 8 تا پد بهتون داده که راحت میتونید تعریف کنید برای احتمالاً دراماتون رو یا صداهای دیگه، ولی بیشتر برای درام استفاده میشه که اینا هر کدومشون هم تچ ریسپانس، یعنی شما وقتی محکم یا یواش بزنید مثل خود کیبورد به مقدار ضربه‌ای که شما میزنید حساسیت داره و واکنش نشون میده. و مودولیشن و پیچ بند هم اینجا داریم و اکتاو، دکمه اکتاو اینجا هستش که خیلی راحت شما میتونید اگر یه وقتی یه سری صدایی رو میخواین که اکتاو بالاتر هست یا پایینتر هست بدین بدون که روی سافت‌ورتون عوض کنید اینجا میتونید کم و زیادش بکنید اون اکتاو. پشت این کیبورد شامل پورت کلید قطع و وصلش هست که میام جلوتر ببینید، پلاگی که برق وصل میشه، USB پورت که با
همون کیبلی که نشونتون دادم میتونید وصل کنید که مستقیم به وصل بشه به جای میدی، یا اینکه اصلا طریق میدی وصل بکنید. دو تا پورت جک اینجاست که یکیش مال ساستینه، یکیش مال اکسپرشنه. در حقیقت اینم برای کیبورد پدال اگه بخواید اضافه کنید که بتونید صدا رو هولد کنید و یا کار دیگه که میشه باشه اینجا. امیدوارم که این ویدیو به درستون خورده باشه. حالا من یه خودی باز باید با این کار کنم که بیشتر دستم بیاد که به قول معروف چه کارهایی اضافه تر این کیبورد انجام. امیدوارم که این به درستون خورده باشه. تا ویدیو بعدی.